و در این صحه ما 13,782 کارگر غیر ماهر داریم و 1,419 کارگر ماهر. شرکت نوبتوار نوبتوار تذکره هر کسی که وجود میده و به نوبت و تذکره را جابجا میکنن، نوبتوار مردم بالا میکنن به کار میگیرن. یکی از آرمان های و خوبی های از شرکت است که می در هر محله ای که کار میکنن اما مردم هم اون محله در کار میگیرن. زیاد بودیم، یک باد باران که میشد خطلای زیاد می بود، مردم معذیت می بود. دیگه فعلا که کار شروع است ما خیلی خوشحال هستیم که کوچه ما آباد میشه. اسمم نجیب، انجینیر نجیب الله هاشمزای و مسئول اینی پروژه هستم که توسط شرکت ماکو افغانی پروژه تطبیق میشه. 410 متر کوچه است که او را ما میخواییم به طور اساسی جور کنیم. کارگرهایی که در اینجا برای ما کار میکنن اما ایشان کارگری البته غیر ماهر از این ناحیه و از این منطقه میباشن و کارگرهای ماهر نظر به ضرورت است که در این ناحیه پیدا نشود باز از جای دیگه هم خواسته میتونیم. تقریبا در روزا 13% کارش پیش رفته و 87% کارش مانده و در این صحه ما 13,782 کارگر غیر ماهر داریم و 1,419 کارگر ماهر در اینجا داریم که ورا باید از مصرف کنیم در این صحه. این پروژه توسط یون اوفیس که تطبیق کننده پروژه های یوین است که توسط از او تمویل میشه. البته پیسه فکر میکنم از بانک جهانی است و توسط شاروالی و دولت های ارگان های دولتی نظارتش میشه. اما کارگر کلگیر از کوچه و محل میگیریم. سهم مالی رو خود ما برشان روزمز میتیم که برای ما یونیفیس او معلوم کده که 450 افغانی را روزانه برشان میتیم. ماهانه با تبدیل میشن توسط وکیل گذار به ما معرفی میشن و ما ورد نظر به ضرورت استخدام میکنیم. یک ماه کمرای ما کار کنه، بعد از یک ماه رخصتش میکنیم، با جایشان کارگرای دیگه برای ما معرفی میکنه و ورد استخدام میکنیم. یک درصدش خانم هست و در بخشایی که البته در افغانستان و در این بخش کار کرده نمیتن و برای از ما بعض چیزایی را تهیه کردیم که مثلا یک چیزای حرفوی را برشان تهیه کردیم که چیزای حرفه‌ای در آینده برایشان نانآور باشه و آینده ایشان هم دوجو شه. بعد از یک نیم ماه کارایشان 50% به پیش میره. این جانب سید امجد حسین باشنده ناحیه 20 شهرک گلباغ و فعلا سرکارگر می باشه این منطقه. در سابقا بعض مشکلات بود که جور نشد، یک قسمت مثلا جویا جور شد دیگه تو چیز خاص کاری جنه شده بود. فعلا دیگه امی مؤسسات آمده و ایجی فعلا کار میکنه و به نام شرکت ماکو این قرارداد گرفته، فعلا کار جریان داره دیگه، کار فعلا فوق العاده جریان داره. او این خو از طرف مؤسسات است که آمده ایجا مؤسسات شرکت با قرارداد کردن و یا ایجا آمده دیگه فعلا کار جریان داره. پیش از او کدام چیز اقدام نشده. قریب یک ماه و ده روز میشه که فعلا دیگه کار جریان داره و دیگه فکر میکنم تا چهار ماه این کار جریان خواهد داشت. خب مردم خوب طبعا که خوشنود میباشن به خاطر اینکه سرکشان آباد میشه و مردم منطقه و مردم محل فعلا از بیکاری رنج میبردن و حال فعلا کار هستند. دیگه طبعا خوش هستن، سهم میگیرن، همکاری میکنن. دیگه مال فعلا مشکلات ها است، رای مردم بند است اما خوش هستن، مشکل ندارن، با خوشحالی این مشکل چیز میکنن، از این مشکل عبور میکنن
فعلا کدام مشکل جدی از طرف مردم دیگه وجود نداره و مردم سهم فعال داره در کار. سیفتی خو طبعا که تمام میارا را مد نظر میگیره و فعلا گرفته یک بخشی از کلینیک دارند اونجا که دکتر است و تمام وسایل پیش است موجود است و بچه‌هایی که کار میکنند دستکش، آینک، کلا تمام چیزهای محافظتی داده و تمام چیزها موجود است فعلا. از نگاه سیفتی تو مشکلات جدی نیست دیگه، بخاطر عبور مرور مردم هم سیفتی بسیار یک چیز فوق العاده، یک برنامه فوق العاده را گرفته که مردم آسیب نرسد. تمام مردم باشنده های همین محل هستند، فقط کار از ساعت 7:30 صبح حاضری است، مردم به کار خود مطابق به وقت حاضر میشن و ساعت 4 بجه کار تعطیل میشه و مردم به کار خود هر وقت حاضر هستند و تمام کارگر باشندگان محل هستند. خب به این کارگرا خود هر کس که علاقمند است که کار کنه یا تذکیرای خود میاره به وکیل صاحب تسلیم میکنه، وکیل صاحب تذکیرا رو کلش منظم کرده به شرکت تسلیم میکنه، شرکت نوبتوار تذکیره هر کسی که وجود میده و به نوبت و تذکیره را جابجا میکنن، نوبتوار مردم بالا میکنن به کار میگیرن و مردم به کار میکنن. وقت فعلا تو مشکلات خاص نیست که از نگاه پروژه مشکل باشه، فقط یک کم همی ساحه فعلا که یا همی مؤسسه مد نظر گرفته این پروژه را ساحش کم است. باید کوچه تقریبا 1 کیلومتر است، ما بسیار کم از مد نظر گرفتیم، 410 متر ازی فعلا پخته میشه. اگر می کار شوه کمی کوچه مکمل پخته شوه که بسته بیا، حال فعلا نصف کوچه نصف می سرک پخته میشه نصفش نمیشه. مثلا 410 کیلومتر ازی فعلا دولت پخته شدن است و متبقی ازی که 590 متر دیگه ازی مانده او دوج کار نمیشه. ما امیدواری موامزی است که شرکت ها و مؤسسات در این باره همکاری کنند که همین تا آخر پخته شود. حال فعلا خو اینمی کوچه است، با ایجا مؤسسات دیگه هم کار کردن، مؤسسه کار کرده، یک گذر هفتم، گذر شش هم پخته شده، در گذر هفتم کار جریان دارد، رو به خلاص شدن است، این در گذر هشتم فعلا کار جریان دارد، دیگه پختکاری و کار شروع در کل جای. خب فقط در گذر هشت مشکل خاص شمی است که 410 متر پخته میشه. اگر می 1 کیلومتر مکمل پخته شوه بسیار گپ خوب است، مردم تمام مشکلات یک باری خلاص شوه. فعلا 410 متر پخته میشه، مردم اگر به این متوقعش بونه بر مردم مشکلات به وجود میه. ببینید این شرکت ها خصوصی است که میزی نهادهای دولتی این پروژه ها را به تیکه میگیرن و یکی از آرمان های و خوبی های شرکتی است که در هر محله ای که اینا کار میکنن اما مردم همون محله در کار میگیرن. یکی از اهداف عمده پروژه انکشاف دهاتی که گفتم میشه همی است که خود مردم دهات بر علاوه که منطقه در حال تغییر میباشه و از نگاه ساخت ساز پیشرفت میکنن، مردم همون منطقه هم در کار میشن و بهترش هم بست. من پیشتر هم گفتم که یکی از دلایل مردم خوال همین کارگرای از این منطقه هم که هست امی خود مردم امی منطقه است، هم خوشحال هستن هم که انجینرای از اینجا هم کاری دارن، هم انجینرایشون برخوردشون رابطهشون با مردم از مردم هم چون بخاطر که خود سایه خود مردم پخته میشه، مردم هم خوشبین هستن. اگر را احیانا موقتا بند میشه بخاطر سایه کار مردم خیر ببینه که زیاد هم کاری کرده میرن دیگه انشالله مشکلی نیست. پروژه خو به نظر انجینرها 4 ماه و تقریبا کم 2 ماه میشه که پروژه جریان داره دیگه. نم نظر به پلان و مقدار کار که انجینرها هستن زیر نظرشان از دکتال کار به صورت درست جریان داره. خب مدت 23 روز میشه و خود سیستم از این پروژه ای نفر ای قسمه است که هر کسی که در اینجا وارد کار میشه از یک ماه زیادتر اجازه کار کردن نداره بخاطر که تمامی مردم در اینجا در کار شد. کار این پروژه تقریبا دوم ماه مبارک رمضان بود که شروع شد و تقریبا مقدار 30 سانتی کندنکاری داشت که کندنکاریش تازه خلاص شده دیگه فعلا حال لیول کنیست. یکی از مشکلات عمده مردم امروز صبح همین سرک و کوچهشان است که از نگاه اورا و از نگاه چی وقت باران میشد چهار طرف آودن میشد، کل مردم بسیار با مشکلات بودند. اثر پیشنهادات وکیل منطقه به همین ناحیه بیستم که پیشنهادات چندین بار شده بود، مردم عریضه کرده بودند در ناحیه
تا بالاخره دولت به این عرصه توجه کرد و این سرک انشالله پختن. پیام ما خو همیز که انشالله می کارا ادامه پیدا کنه، نه تنها در این جده تمامی چی تو هم مردم در کار شو، هم ساعه و هم محیط کلن اثر پختکوری کلن محیط قابل تغییر است و تغییر میکنه. اسم وحید لاس است، نایه بیستم دیگه، خانه در شرک گلباغ است دیگه، همینجا مسجد پسند کار میکنم. روز 4.5 ماش میتن، ساعت کاری ما از 8 شروع میشه، 12 تعطیل میشه، بعد از 1 شروع میشه، 4 باید باز تمام میشه. بسیار خوش هستیم به خاطر بر ما سهولت میشه دیگه، باران که میشه با امید را خطلای میشه و رفتن دیگه دنون راحت تر هستیم. رفت آمد خود شرکت آمدن اینجا سردیم کنم. اسمم منهاج الدین، فرزند علی نواز، باشنده کوچه 12 شرک گلباغ. یعنی من اینجا یک 18 روز شو کار میکنم. رئیس های ما خوب مردم است، کار ما نام خدا خوب پیش میره، بچه هم خوب کار میکنه. بله اینجا وکیل چه کوچه هم در جریان است و انجینر هم قد چونو به تماس شده گپ میزنند، هر کار که میکنند به مشوره میکنند. از ساعت 15 کم 8 آزیری ما شروع میشه، 8 ده کار میم، 4 روز خط میشه. یک ماه یک گروپ کار میکنند، یک ماه بعد یک گروپ تبدیل میشه، دیگه گروپ میه. بله صاحب از امی کوچه هستند، از امی شرک گلباغ هستند. یک ماه یک شفت کار میکنه، یک ماه دیگه شفت کار میکنه. بسیار زیاد خوشحال هستیم بخاطر که منطقه ما آباد میشه، مردم مراحت میشه. ما از شرکت زیاد زیاد تشکری میکنیم که با ما همکاری که کوچه ما رو پخته میکنه. بسیار زیاد زیاد تشکر از شرکت ما که ما همکاری میکنه. گفته انجینر صاحب دیگه 13% پیش رفته، دیگه هم اون پروژه جریان داره، دیگه کوشش میکنیم که زودتر خلاص شود. دیگه ای وقتش بر ما معلوم نیست که چقدر وقت یا پروژه را قرارداد کردن، 4 ماه یا 5 ماه، دیگه هر چقدر قرارداد کردن و با ما معلوم نیست. کلمی کوچه را در جریان گرفتن که کلمی کوچه پخته شود، دیگه ببینیم که بعد از این پروژه که خلاص شود ببینیم دیگه کدام پروژه شروع میشه. 9 سال میشه می شرک زندگی میکنیم. ما بسیار اذیت بودیم، یک باد باران که میشد خطلای زیاد میبود، مردم مو اذیت میبود. دیگه فعلا که کار شروع است ما خیلی خوشحال هستیم که کوچه ما آباد میشه. خداوند هم شرکت ما آباد داشته باشه، می دوستای که اینجا زحمت میکشند خداوند یارم آباد داشته باشه. رویه انجینر صاحب بسیار خوب، خیلی خوب، با اخلاق خوب قتی مردم گپ میزنند. دیگه ما از انجینران بسیار زیاد زیاد تشکری میکنیم، خوش هستیم ازشان.